کنگره ایرانی کانادایی در تورنتو تشکیل شده و در این جمع، در این جمعی که شما ملاحظه می‌کنید، سه تن از اعضای این کنگره حضور دارن که دو نفرشون اعضای هیئت مدیره‌اند که من ازشون خواهش خواهم کرد که معرفی کنم، و یکی هم از اعضای عادی که منتها کار فوق‌العاده مهمی انجام داده که از حالت عادی به اصطلاح خارج شده. من به شما سلام عرض میکنم، لطف میکنید که خودتون رو معرفی کنید و بگید که چه سمتی دارید در کنگره ایرانیان. شما خانم بهرامی بفهمید. خیلی ممنون آقای زرمیر و خیلی ممنون که این وقت به ما دادین و به کنگره ایرانیان کانادا که بتونیم بیشتر جامعه‌مون رو مطلع کنیم از اینکه کنگره چه کارهایی میتونه انجام بده و الان در مشغول چه کارهایی هست. خب من قبل از اینکه شما ادامه بدید، فرمودین خانم فیروزه بهرامی. بله. شما وکیل هستید. بله، من حدود 3 سال هستش که در تورنتو به شغل وکالت اشتغال دارم و از همون موقع هم فعالیتم رو با سازمان‌های مختلف اجتماعی ایرانی شروع کردم، مثل IC Network یا انجمن وکلای ایرانی که عضو هیئت مدیره اون انجمن هم هستم. ولی فعالیت من با خود کنگره ایرانیان کانادا و یا حرکتی که بعداً منجر به وجود کنگره ایرانیان کانادا شد از ماه می 2007 شروع شد. البته جمعی از فعالین اجتماعی کامیونیتیمون از حدود سال 2005 درگیر این کار بودن و یه اساسنامه‌ای رو پیشنویسی کردن که در ماه می 2007 به یه دز فعالین جامعه در واقع اینو پرزنت کردن و من هم جزء افرادی بودم که در اون جلسه حضور داشتم و همون موقع تصمیم گرفتم که به این حرکت بپیوندم و هر کمکی که از دستم برمیاد انجام شما در حال حاضر نایب رئیس هیئت مدیره هستید. بله، درسته؟ خب من قبل از اینکه میخواستم که سایر دوستانمون رو معرفی بکنم، قبل از اینکه به شما ادامه بدید که اصلا هدف کنگره چیه و چه نیازهایی رو به اصطلاح چه هدفهایی رو در نظر داره، چه نیازهایی هستش که باید انجام بشه تا ایرانیان بیشتر موفق بشن و به اون حق و حقوق مجاز شهروندیشون دست پیدا بکنن، راجع به این میام خدمتتون با شما صحبت خواهیم کرد. من از آقای لقمان بله آقا مهرداد خواهش میکنم که شما خودتون رو لطف کن معرفی بکنید. من مهرداد لقمانی هستم. در Iranian Canadian Congress یا کنگره ایرانی ها وظیفم به اصطلاح خزانه دار یا تریجرر هست. من سال 2007 به کنگره پیوستم و همونجور که فیروزه جون گفتن کاری بود که در واقع برای تحقق رشد اجتماعی جامعه ایرانی شکل گرفته بود، ما بتونیم به حقوق خودمون در این جامعه برسیم به عنوان شهروندانی که به اصطلاح تحت قوانین کانادا قبول داریم و داریم اینجا زندگی میکنیم. بله، این امتیازاتی است که ما باید مثل سایر شهروندان کانادایی ازشون برخوردار بشیم. حالا برمیگردیم سراغ شما هم که به ما بگین که چیکار کردین تا حالا، گرچه زیاد زمان زیادی نگذشته ولی بالاخره یه کارایی کردین. حالا می‌خواستیم با این خانم ملاحت خانم شما خودتون معرفی بکنین. با سلام خدمت شما و همینطور همه عزیزان، من ملاحت فردادی هستم، دانشجو دکترای رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تورنتو. تقریبا 8 سال میشه که اومدم کانادا و اینجا زندگی میکنم. همسر شما هم دکترای مکانیک داره میشه نه؟ بله. خب هم رد و پای اونه داریم دیگه. راستش اول من مکانیک بودم، بعد اون فیزیک بود، بعد اومد مکانیک. فرق زیادی نمیکنه، به هر حال تقریبا همکاریم. یه مشکلی که ما داشتیم، ما ایرانیان در مجموع داریم، این مشکل که چندی پیش هم اتفاقا یک برنامه داشتیم که با 3 تن از دستندرکاران مشاوران امور مهاجرت ما صحبت می‌کردیم راجع به بدرفتاری و که از نظر اخلاقی بسیار بد با ایرانیا رفتار می‌کنه سفارت کانادا در ایران. در همین رابطه خانم ملاحت فردادی پتیشنی شروع کردن که به اصطلاح این خودش انگیزه شد که ما از ایشون دعوت بکنیم، چون مخصوصا یکی از اعضای کنگره ایرانیان کانادا هم هست، که ما باید همصدا بشیم و که حق و حقوق خودمون رو، نه چیز اضافه میخوایم و نه چیزی کم، ولی اون چیزی که حق و حقوق یک شهروند کانادایی است میخوایم اونو داشته باشیم. و خانم ملاحت فردادی در این رابطه
فعالیت کرده و تو ما رو امضا اینا داریم جمع میکنیم که بعداً سراغ ایشون هم خواهیم اومد که قلم کاغذاتون آماده باشه که لطفاً این وبسایت و اون چیزایی که اطلاعات لازمه رو که داریم میدیم یادداشت بکنید که شما هم مشارکت بکنید به عنوان یک ایرانی. خب برمیگردیم سراغ شما خانم فیروزه بهرامی، وکیل گرامی ایرانی. حضورتون عرض کنم که هدف واقعی این کنگره که چی میخواد و انگیزه تشکیل شدنش چی بوده که هموطنان ما، بینندگان ما بدونن که این کنگره اصلا ماهیتش چیه و بر چه اساسی بنا شده، در این مورد یه توضیحاتی بدید. حتما، خیلی ممنون. همونجور که گفتم این یه حرکتی بوده که از سال 2005 شروع شده. من خودم از سال 2007 وقتی که به صورت پابلیک در جامعه مطرح شد به این موضوع پیوستم و بعد از اون به مدت یک سال ما تمام اساسنامه کنگره رو بازنگری کردیم و پیشنهاداتی که از طرف فعالین مختلف و یا اعضای جامعه به ما رسیده می شد و در اساسنامه از اون پیشنهادات استفاده کردیم و تغییراتی ایجاد شد و بعد خوشبختانه تمام این زحمات به نتیجه رسید و ما یک انتخابات عمومی داشتیم روز 22 جون 2008، کمین چند ماه پیش بود، و در اون انتخابات اعضای هیئت مدیره، 11 نفر هیئت مدیره، اولین هیئت مدیره کنگره ایران و کانادا، دقیقاً 4-5 ماه بیشتر نمیذاره از دقیقاً از اون وقتی که انتخابات انجام شده، و این خیلی خودش یه چیز تاریخی هست برای سازمان‌های ایرانی که در اینجا بودن، چون برای اولین بار اعضای هیئت مدیره به وسیله رأی اون عضوها، اگه اشتباه نکنم اولین بار باید باشه، انتخاب شدن و ما بیشتر از 500 نفر عضو داریم و بیشتر از نزدیک به 450 نفر رأی دادن که این خودش خیلی رکورد خیلی خوبی بود. و از اون موقع هم دیگه ما مشغول کارهای مختلف بودیم و روی استراکچر کردن خودمون که بتونیم فعالیت‌های مختلف راجع به هدفش بگین که هدف کنگره آقای زری مهر این بوده که یک صدای واحدی باشه برای حفظ منافع ایرانیانی که در کانادا زندگی می‌کنن. بنابراین اگر ایشوا و مسائل مختلفی بوده که جامعه ما واقعا باش درگیر بوده و کسی نبوده که بتونه صدای اینها رو به گوش مسئولین و یا کسانی که در امور سیاسی فعالیت دارن در این کشور برسونه، ما این امید و آرزوی ما این هستش که اون صدا باشیم برای جامعه ایرانی. و این مسائل هم خیلی زیاد هستش، چون جامعه ما هنوز جامعه نوپای نسبت به جوامع دیگه هنوز جوان‌تر هست. اون تشکل و اون سازماندهی لازمه نداریم متاسفانه. چیزی که خیلی مهمه اینه که مثلا سازمان زنان ممکنه چند صد عضو داشته باشه، انجمن ایرانیان همچنین، همه نهادهای اجتماعی دیگه هم همچنین که بیشترینش فکر میکنم که مربوط میشه به کانون مهندسین و متخصصین ایرانی، آرشیتکتور ایرانی، که اینا گویا 600 نفر یا همچین چیزی عضو دارن. شما که در آغاز اومدید به 500 خورده عضو به صورت عضوگیری کردید، این خیلی مهمه. اون چیزی که میخوام بگم اهمیت داره اینه که تمام نهادهای اجتماعی باید به نوعی همه این اعضا هم چیز بشه، چون شما در حقیقت نماینده کل ایرانی ها هستید. از حق و حقوق زنان به صورت حراست میکنین، دفاع میکنید، از شهروندان ارشد همینطور، از همه نهادها. بنابراین این 500 نفر، این 600 نفر، این باید برسه به 5000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر. و امید ما هم همین هست. آره، امید ما هم همینه و ما هم در خدمت شما هستیم. قراره که همونجوری که صحبت کردیم قبلا هم این نوید رو به هموطنانمون دادیم که نهادهای اجتماعی اینجا هر کدومشون یک برنامه هفتگی به طور رایگان خواهند داشت که سرویس و خدماتشون رو به جامعه ایرانی معرفی بکنن که سایر مردم هم، سایر هموطنان ما هم